بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات و سلام على حبیبنا و مولانا رسول الله و على آله و صحبه و من مولا. عزیزان، یک نگاهی وقتی بندازیم به تمام غزوه ها و سریه ها و معارکی که پیامبر و یاران در طول تاریخ داشتن و مسلمون ها بعد از اون، یه چیز عجیبی ذهن انسان رو به خودش جلب میکنه و اون اینه که در تمام جنگ هایی که مسلمون ها در شرکت داشتن و بر مسلمون ها تحمیل شد، تعداد مسلمون ها همیشه از دشمن کمتر بوده، به مراتب کمتر بوده، و مهمات مسلمون ها و نیروی نظامی و اسلحه‌ای که در اختیار داشتن همیشه از دشمن کمتر و در بیشتر این معارک مسلمون ها پیروز شدن. این کلمه سر کجاست؟ رمز این پیروزی چی؟ رمز این پیروزی در واقع در اینجاست، در ایمان. استقلال ایمانی و ایمانی که این افراد رو ازشون یک چیزای دیگه میسازه، شیر میکنه انسان رو. یعنی فرق یک نیروی ناتو که میاد در یک کشور اسلامی میجنگه این است که این نیرو، آقا این چرا مثلا آمریکا رو رها کرده اومده اینجا بجنگه؟ چون که در اونجا حقوقش 2000 دلار بود، اینجا 30000 دلاره. این برای زندگی اومده، اومده تا اینجا 2 سال رو طی بکنه، بتونه یه مبلغی جمع کنه، اونجا بره خونه کاشانه‌ای برای خود دست و پا کنه، بقیه زندگیشو راحت زندگی کنه. این نیومده که اینجا بمیره، این اومده که از اینجا زندگی رو با خودش برداره بره. در مقابلش که هست، در مقابلش یک مسلمونی هست که اومده برای آزادی کشورش، برای رهایی از قید و بند ظالم ستمگر، برای استقلال، برای برپایی دین اسلام، و من قاتل لتكون کلمات الله هی العليا فهو فی سبیل الله، برای اینی که اینجا سخن الله باشه، اینجا قانون الله باشه، برای این میجنگه و مرگ و زندگی براش مساوی است. همونطوری که مرگ براش زندگی، براش شیرینه، مرگ هم براش شیرینه. این فرق در ایمان هست. اینه که خداوند متعال میاد به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سیمای مؤمنین رو چنین وصف میکنه: یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال، مؤمنان رو تشویق کن بر آمادگی برای جنگ، و همیشه مؤمن باید آماده باشه. این یکم منکم عشرون صابرون، اگر از شما 20 تا باشند که صبر کنند و جنگجو باشند، یغلبوا 200، 20 تا از شما در مقابل 200 تا از دشمن، و این یکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون. اینها آدمای نفهمی اند. از شما اگر 100 تا باشند، 1000 تا از اونها رو میزنند، یعنی یک مسلمان در مقابل چند؟ 10 تا از دشمن. این در حالت هایی که مسلمان ها در ایمانشون، بر ایمانشون و اعتقاداتشون پایبندند، یعنی حالتهایی که مسلمان‌ها به مرتبه صحابه و تابعین و مجاهدان اصلی رسیدن. در حالتهایی خب الانی که مثلا مسلمان ضعیفه، همون مسلمان ضعیف گناهکار، اون هم از دشمن قوی‌تره. الان خفا الله عنكم وعلم ان فيكم ضعف، و وقتی که خداوند دید در شما ضعف و ناتوانی هایی، فان یکم منکم 100 یغلب صابره یغلبوا 200، اگر از شما 200 تا باشن صبر کنن، استقامت کنن، 200 تا رو میزنن از دشمن. و ان یکم منکم 1000 یغلبوا 2000 باذن الله، اگر از شما 1000 تا باشن، 2000 تا از دشمن رو بیاری الله شما از بین خواهید برد. والله مع الصابرین، خداوند با صابران است. یعنی ای مسلمان، هرگز قدرت و توان دشمن این اعتماد به نفست رو از تو از نگیره. اگر دشمن هر چقدر قوی باشه، تو با ایمانت. حضرت عمر به صحابه میگفت وقتی به یاران رفتن جهاد، میگفت آقا جون ببینید، با ایمانتون شما پیروز میشید، نه با اسلحتون. اگر ایمانتون مثل ایمان کافران شد، یعنی اگر در ایمانتون سست شدید، اونها با اسلحه و نیروشون بر شما پیروز خواهند شد. معادله فرق میکنه. معادله اینجا سلاح ایمان هست، قوی ترین سلاح. پس همیشه باید در ذهنت باشه، اگر قدرت رسانه‌ای دشمن رو دیدی، اگر قدرت اقتصادی دشمن رو دیدی، قدرت سیاسی دشمن رو دیدی، قدرت نظامی دشمن رو دیدی، به این معنا نیست که خود باخته بشی.
مهمتر چیز این هست که شما قدرت ایمانیت رو بالا ببری. ما در جهان خودمون با یک سردرگمی دچاریم. چرا؟ کشورهای ما مستعمره است. میخوایم چیکار؟ میخوایم آزاد بشیم. یعنی تمامشون شیشدونگ حواسمون رو چی است؟ استقلال سیاسی. اما یادمون رفته قبل از استقلال سیاسی باید استقلال فکری باشه، باید ایمانیمون رو بسازیم. تا استقلال فکری نمیشه، الان که دشمن با نیروهای نظامیش تو کشورهای ما وجود نداره، با چی وجود داره؟ با این سران خودفروخته. این سران خودفروخته خودشون رو به دشمن فروختن. چرا؟ چون که ایمان در کالبدشون نیست، از دشمن میترسن. اون کاری رو که دشمن خودش نمیتونه بکنه، اینها بدترش رو روی سر کشورهای ما میکنن برای به نفع دشمن استعمارگر. پس نیاز هست که ایمان رو در خودمون خوب بکاریم، جامعه رو بر ایمان تربیتش بکنیم تا بتونیم هم استقلال سیاسیمون رو به دست بیاریم، هم استقلال اقتصادیمون رو و هم استقلال نظامیمون رو و کشورهای پرباری رو بتونیم داشته باشیم.